با چند ماه اختلاف و تأخیر. سرانجام نخستین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی با ریاست مشترک رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله در ارگ برگزار شد. رئیس جمهور غنی مرحله کنونی صلح را پرخطر می داند و برکارگیری از تدبیر در آن سخن می زند. نظام سرپوش کل است، به کدام فرد تعلق ندارد. انقطاع نظام موجب بربادی می شود. صلح باید در داخل یک پروسه تنظیم شده که موجب تداوم نظام جمهوری اسلامی افغانستان باشه، در مابین از او راه حل نهایت زیاد است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه هم بر توافق روی نقشه راه صلح تاکید می کند و می گوید که باید تمامی طرف ها بهای صلح را مشخص بسازند. به مردم افغانستان اطمینان بدهم که در پروسه صلح هدف شخصی برای شخص خود ندارم. امی یکی او ختم. هرچی که در توان ما باشه انشالله در راستای رسیدن به یه هدف بزرگ انشالله که دریغ نخواد کردیم. خواست بیشتر سیاستگرانی که عضویت این شورا را دارند همصدایی در روند صلح است. روزگار است قربانی دسیسه ها شدیم، قربانی اهداف بیگانه شدیم و نفهمیدیم. حالا اگر فهمیدیم بس بهتر است که دست به دست هم بدیم و ای خاک خدا هر چیز زودتر به صلح و خوشبختی و خوشحالی برسانیم. بازو شکل نظام و استرکچر نظام و چیزا مربوط بشن به ملت که وقتی که اونا آمدن در آغوش ملت باز یک جای در مورد آینده فکر میکنیم و در مورد آینده تصمیم میگیریم. قرار است از این پس نشست های کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی به رهبری عبدالله عبدالله در کاخ سپیدار به پیش برده شود. نشست هایی که به گفته آقای عبدالله در آن تصمیم های معنادار در روند صلح گرفته خواهد شد.